درود به همه شما ایرانی های عزیز و دوست داشتنی. این ویدیو رو میخوام با چند ثانیه حرف حساب خالص شروع کنم. سید علی، امیدوارم این به دستت برسه. خیلی بدبختی، واقعا به بدبختی. سید علی اسمت بود، دیکتاتور بی شخصیت لقبت بود، شیمیایی هم شد کنیت. واقعا بدبختی. چرا بدبختی؟ مردم مملکتت که دوستت ندارن، عکساتو آتیش میزنن، فوشت میدن. اون اراذل اوباشی هم که دورورت هستن میان وسط بهبه و چهچه میزنن، دم تکون میدن فقط به خاطر پول. بدبخت، اگه چند ماه حقوق بهشون ندی حتی یک روزم دورورت نمیپلکن، ترم وسط خورد نمیکنن، میگی نه چند ماه حقوقشونو کم کن. به مناسبت روز جهانی زن و به افتخار شجاعت زنان ایرانی در انقلاب زن زندگی آزادی که جهان رو تکون داد و نظر همه دنیا رو در مورد مردم ایران و البته حکومت خامنه ای تغییر داد، این کلیپ کوتاه رو پخش میکنم. کلیپی که فکر میکنم لازمه هر کسی که حتی برای یک روز در معرض تبلیغات زن ستیزانه آخوندهای جمهوری اسلامی بوده با دقت اونو تماشا کنه. من زنم، به دیدن موهای من عادت کن، به دیدن شادی و خنده های من عادت کن. من یک زنم، چه بخوام روسری سرم بذارم یا بخوام موهامو تو باد رها کنم، انتخابم مثل تمام زنان آزاده فقط پاک دامن. تو هم یاد بگیر به انتخاب من احترام بذاری، یاد بگیر از مملکت داری فقط زورت به تار موهای من برسه. من یک زنم، زندگی از بدن من شروع میشه. نمیتونی منو حذف کنی، نمیتونی موهامو حذف کنی، نمیتونی آزادیمو حذف کنی، چون اینطوری باید خودتو حذف کنی، باید زندگی رو حذف کنی. اینو بفهم. زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی باعث شده تا زنان ایرانی تبدیل به کاملترین انسانهای روی زمین بشن. امروز و در حالی که همه زنهای دنیا این روز رو برای خودشون جشن گرفتن، زنان تهرانی برای آزادی ایران تلاش میکردن. همکنون که من دارم این خبر رو میخونم، قیام زنان ایرانی از خیابون هفتوز تهران شروع شد. مردم گوهردشت کرج هم امشب به خیابون اومدن تا به جای دادن هدیه به زنان ایرانی برای آزادیشون از چنگال حکومت آخوندی تلاش کنند. کلیپی هم از تقابل دیدنی یک مادر با یکی از ماموران نیروی انتظامی منتشر شده که خیلی جالبه. مادری که با یه منطق زیبا این پلیس رو دعوت میکنه تا دست از حمایت جمهوری اسلامی برداره و به مردم ملحق بشه. مادری که بهش میگه خودت هیچی، اگه بچه داری به خاطر آینده بچه‌ت بیا توی صف مردم وایس. این مادر خیلی خوب فهمیده اگه الان مبارزه نکنه ممکنه یه روزی مثل مادر کیان حتی با دیدن رنگین کمون هم گریه کنه. ایران تنها جاییه که رنگین کمونش هم غم انگیزه. به نام خدای رنگین کمان، امروز 16/12 تهران یه رنگین کمون خوشگل زد به یاد کیان پیرفلک، مرگ بر دیکتاتور. اما تنها یک روز بعد از انتشار خبر محکومیت میرسلیم در دادگاه با شکایت قالیباف، اونم به خاطر اینکه میرسلیم رشوه 65 میلیاردی شهرداری تهران به نماینده های مجلس رو افشا کرده بود، میرسلیم به این موضوع واکنش نشون داد.
میرسلیم که با همه تبحری که در دزدی داره باید خیلی زودتر میفهمید که به گرد پای قالیباف هم نمیرسه، امروز به نوعی پرچم سفید رو مقابل قالیباف گرفت و به شکستش اعتراف کرد. اون زمان یه طرح تفاوضی صورت گرفته، اون طرح تفاوض باید به نتیجه میرسید و در فاصله بین شروع طرح تفاوض تا نتیجه گریش در مجلس که 6 ماه طول کشید، یکی از این نمایندگان 65 میلیارد تومان از شهرداری و سازمان‌های وابسته به شهرداری که در رأسش هم آقای شریفی قرار گرفته بود، پول گرفته بود. خودش هم اعلام کرده بود که بله من اینو برای تأثیر گذاشتن در بین نمایندگان گرفتم. خب بعدم آقای شریفی که محکوم شد، اون بنده خودم که البته با وثیقه آزاده، من نمیتونم شکایت کنم. محکومیت چی الان آقای دکتر؟ شما در مورد آقای قالیباف یکی دوست دارن که بالاخره برای آبروی خودشون از حیثیت ما نهی بگن. نه اون چی که من گفتم آقای قالیباف شهردار بود اون موقع، بالاخره ببین مسئولیتی میتونیم بگیم که یک مسئولی در شهرداری تهران میگذارد که کسی که شهردار هستش اصلا در این زمینه بی اطلاع و بی آگاه نیستش. ولی ممکنه که بهشون خیانت کرده باشن. در هر حال چیزی که اتفاق افتاده مسلمه، چون که قائم مقام ایشون محکوم شده، معاون ایشون محکوم شده به 20 سال زندان، الان دارن زندانش ته میکنن. پس برای این تخلف و انحراف در شهرداری وجود داشته. دادگاه نسبت به این قضیه حکم داده. چیزی هم که من گفتم بودم که این موضوع تغییر تفاوض چیزی نیستش که آدم بخواد که از انجام نشدنش خوشحال بشه یا از انجام نشدنش ناراحت بشه. تغییر تفاوض مجلس خیلی داریم دیگه، بعضیش به نتیجه میرسه مشخص میکنه که مثلا واقعیت باشه، بعضیش به نتیجه نمیرسه. چرا اجازه محکومیت رو توضیح بدید الان این خبر چیه داستانش؟ اینه که مثلا یک تغییر تفاوضی رأی نمیاره، یکی از مسئولان اظهار خوشحالی میکنه. خب الان محکومیت شما اطلاع داشتید؟ الان این حکم به شما دادن؟ نه خیلی، یعنی هیچ حکمی به شما ندادن که هنوز دست من نرسیده چیزی؟ اطلاعی ندادی؟ وکیلم چی رو دادن؟ وکیلتون به شما چیزی گفته؟ ابلاغ شده به وکیلتون حکم؟ بله بله بله. میشه توضیح بدید؟ خب نمیدونم، من هنوز ندیدم. تو به خودمون اقرار بشی که چی هستش؟ وکیلتون ابلاغ شده دیگه؟ وکیل بگن که به خودتون؟ اولا که مراحل قضایی یک مرحله که نیستش که، در مرحله اول قاضی محکوم کرد ایشون رو چه درستش. من گفتم اشکال نداره، حالا ما که قصد آبروزی نداشتم که، هیچ مطبوعاتی نکردم قضیه رو. بعد ایشون درخواست تجدید نظر کرده. خب تجدید نظر رسیدگی میکنن، بررسی میکنن، لابد اونم برای خودش یه عواملی داره. یعنی این مرحله تجدید نظره که اومده که شما محکوم شدیم؟ بله معمولا در مورد این مسئله که به نمیدونم افترا و اوتوماتیک نسیاش اصلا به تجدید نظر نمیرسه، قضیه روشنه دیگه. بازی هم گفت که نه درست نیستش اما من چون دیدن خوب نیست از حیثیتی که یه شکایتی کردن به جای نرسه، رفتن تجدید نظر درخواست کردن. خیلی خوب، حالا ظاهرا در تجدید نظر گفتن که شما محکوم شدید، مثلا تهمت بله. حالا ما مرحله بعدی پیدا کردیم. یعنی شما دوباره شکایت میکنید؟ یعنی اعتراض درخواست تجدید نظر میزنید؟ اعتراض دادرسی؟ بله بله بله.